بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. من سعید خطیب زاده، معاون پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، امروز در خدمت اساتید بسیار بزرگوار و کارشناسان ارشد موضوع چین هستیم با موضوع روابط ایران و چین. ما این برنامه از سری سلسله های میزگرد های مجازی یا وبینار های مرکز مطالعات طراحی شده بود. از چندی قبل ما هماهنگی های لازم رو کرده بودیم، البته فکر نمی کردیم که این تحولات در خصوص روابط ایران و چین حادث بشه و تقارن و همزمانی پیدا کرده با موضوع چین که امروزه از جامعه نخبگی گرفته تا مردم با این موضوع آشنا شدن. از همین رو من امیدوارم که بتونیم بحث پویایی رو داشته باشیم. ما امروز ارائه کنندگان مطالب و شرکت کنندگان این میزگرد، علاوه بر همکاران من، همکاران جوانتر من جناب آقای سروش و سرکار خانم زمیری، ما سه نفر از اساتید برجسته این حوزه رو داریم. جناب آقای زبیب، مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، خیلی خوش آمدین آقای زبیب به برنامه و این میزگرد. در خدمت رئیس سابق مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و استاد دانشگاه هستیم جناب آقای دکتر خوشرو، خیلی خوش آمدین به این میزگرد. و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر چگینی‌زاده هستیم، رئیس مرکز چین شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، که با همکاری این مرکز میزگرد امروز در حال برنامه ریزی و برگزاری هستش. از ایشون و مرکز چینشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هم تشکر ویژه دارم و بهشون خوش آمد عرض میکنم. انشاءالله که برنامه امروز برنامه مفیدی باشه. اجازه بدید، به خاطر اینکه فضای دیجیتال هست و وقت مهم، در این فضا من بلافاصله وارد موضوع میزگرد بشم که روابط ایران و چین هست. جناب آقای زبیب، این روزها صداهای زیادی شنیده میشه در خصوص آنچه که به عنوان سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین گفته میشه، یا دقیق‌ترش سند جامع راهبردی همکاری‌های ایران و چین، اگه درست گفته باشم. ما بیش از آن که از منابع رسمی شنیده باشیم، حالا غیر از اون که البته وزیر امور خارجه در جلسه مجلس دو روز گذشته اشاره داشتن، بیشتر در فضای عمومی و افواه میشنویم که حول و حوش این سوالاتی هست. گفته میشه که جزایر ایران در خلیج همیشه فارس واگذار خواهد شد، سربازان چینی وارد ایران میشن، امتیازات خاص نفتی داده شده به چین. آیا از این خبرها هست؟ لطفاً یه ذره ما رو تا اونجا که البته امکان داره و میتونید از جزئیات موضوع آگاه بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از فرصتی که توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و مرکز چینشناسی علامه طباطبایی فراهم شد برای اینکه تبادل نظری بشه در مورد این موضوع مهم. اما اشاره فرمودید که بنا بوده که قبل از این اخبار هم این جلسه برگزار بشه که تقارن پیدا کرده با این موضوع. من میخوام عرض بکنم که از این به بعد هم از این مسائل زیاد خواهیم داشت، برای اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و روابط جمهوری خلق چین بسیار بسیار روابط فعال، پویا و داینامیکی هست. ما همیشه از این اخبار داشتیم و بیشتر از این هم انشالله از این به بعد خواهیم داشت. در جواب سوال شما اجازه بدید من فعلا به صورت خیلی خیلی مختصر چکیده مجمل عرض بکنم که همه آنچه که از این آمار و ارقام و آدرس ها و جزایر در مورد سند گفته میشه، همش در قالب مفهوم شناخته شده دیس اینفورمیشن قابل طبقه بندی است. همه اینها در واقع ضد اطلاعات هست و من یک جا مطلقا و با صراحت کامل عرض میکنم که هیچ چیزی از این مسائل در سند وجود نداره. سند یک سند کاملا تخصصی است که با مشارکت سازمان‌های تخصصی تدوین شده. خب، خیلی ممنون، جواب خیلی صریح و دقیق بود. اما بیشتر می‌فرمایید در مورد این سند؟ این سند چیست؟ از کجا شروع شده و چه ابعادی رو می‌پوشونه و آیا واقعاً این مخفی کاری‌هایی که گفته میشه وجود داشته در مورد این سند؟ آخر من توضیح میدم خدمت شما که اگر به سال 2016 یا 94 خورشیدی برگردیم و
وقتی که رئیس جمهور چین به تهران سفر داشتن، رؤسای جمهور دو کشور بیانیه مشترکی طبق معمول صادر کردند و در بند ششمش صراحتاً قید شد که توافق کردند سند جامع همکاری‌های راهبردی یا 25 ساله رو تدوین بکنن. اون منتشر شد بیانیه و همه دیدن و شنیدن. بعد از اون بلافاصله وقتی که رئیس جمهور چین ملاقاتی داشتن با مقام معظم رهبری، ایشون اشاره کردن به این توافق و مقام معظم رهبری استقبال و تایید فرمودن. بنابراین در گام دوم هم به صراحت اعلام شد. شهریور سال گذشته که آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پکن پیشنویس این سند رو ارائه دادن به همتای چینی، با فاصله شاید یکی دو ساعت که از مراسم اومدیم بیرون توییت کردن ایشون. خیلی هست در سواقه، خیلی صریح گفتن که من پیشنویس سند همکاری های جامع رو ارائه دادم به همتای خودم. و نهایتاً وقتی که اوائل تیر ماه سند برای کسب مجوز مذاکره رفت به هیئت دولت، بلافاصله بعد از جلسه سخنگوی محترم دولت اعلام کرد که دولت تایید کرد این سند رو برای مذاکره. بنابراین یک گام دیگه در ادامه مسیر شفاف سازی برداشته شد. بنابراین هیچ چیزی مخفی در مورد این سند وجود نداره. تأکید کردم در وزارت قبلی که سند هم چیزی نیست که در وزارت خارجه تدوین شده باشه، بلکه با مشارکت همه سازمان‌های تخصصی تدوین شده. اگر مایلید الان یا در ادامه بس، من ابعادی از سند رو خدمت شما عرض خواهم کرد. ببخشید فراموش میشه بعضی موقع میکروفون رو روشن کنم. فکر میکنم الان بفرمایید، برای من که جذابه و فکر میکنم میتونه کمک کنه که مباحث رو بیشتر باز کنیم. من اشاره میکنم، منتها خیلی تمایل داشتم که مباحث مقدماتی بیشتری در مورد سند مطرح بشه که حالا در ادامه خدمت شما عرض خواهیم کرد. ببینید سند در کلیتش به سه حوزه میپردازه: همکاری های جامع دو کشور در امور سیاسی شامل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی، همکاری های دو کشور در حوزه دفاعی و امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم و افرادگری، و نهایتاً به طور طبیعی حوزه اقتصادی که اینجا دایره بسیار بسیار گسترده‌ای داره، از مسائل خدمت شما شود که انرژی، آیتی، فناوری، زیرساخت‌ها، همه اینها پیشبینی شد. رکن بسیار بزرگی از این سند به عهده بخش خصوصی واگذار شده، تحققش در واقع همه اینها بسترسازی همکاری ها در همه اینها اینجا پیش بینی شده. ببخشید، یعنی اون چیزی که شما بیشتر میفهمید شبیه یک نقشه راه در روابط 25 ساله ایران و چین، که این مسیر بیشتر در ابعاد مختلفش قابل پیگیری باشه و شاید این کمک کنه که برداشت من درسته که بیشتر یک نقشه راهه که ما در کدوم مسیرها میخوایم با چین با چه اولویت‌های همکاری کنیم، درسته؟ دقیقاً یک نقشه راه در سازی و ریل گذاری هست. ادامه این مسیر تکمیلش توسط سازمان‌های تخصصی خواهد بود که مذاکرات فنی، تخصصی، حقوقی، مالی و فراگیری خواهند داشت تا این رو، این عکس خیلی زیبا و کلان رو تبدیل بکنن به کارهای توافقات اجرایی. خیلی خیلی ممنون. البته ما از این نقشه راه‌ها و این همکاری‌های جامع با کشورهای دیگه هم داشتیم، مثلا سال 2003 اگه من اشتباه نکنم و با هند داشتیم که به عنوان نیودلهی دکلریشن معروفه، که اونم یک نقشه راه بین روابط ایران و هند، البته با کشورهای دیگه هم کم و بیش داریم. خیلی ممنون. ببخشید من با سوال چالشی شروع کردم، حالا میخوام با یه سوال چالشی ادامه بدم.
با آقای دکتر خوشرو. آقای دکتر خوشرو، آقای زبیب فرمودند یک کارزار اطلاعاتی و دیس اینفورمیشن در جریان ایالات متحده بر علیه ایران و بر علیه چین و برخی در علیه این روابط طبیعی ایران و چین در پیش گرفتن. شما سالها در نیویورک تشریف داشتید و چند سالی هم هستش که به طور ویژه بر روی چین متمرکز شدید. از رقابت چین و آمریکا زیاد گفته میشه. یکی از مباحثی که مطرح میشه اینه که دنیای جدید به نوعی در حال تبدیل به یک دو قطبی نامتوازن بین چین و آمریکاست و لذا ایالات متحده سعی میکنه که از برآمدن محور شرق، شرق سیاسی، شرق اقتصادی و تا حدودی شرق نظامی جلوگیری کنه و تمرکزش رو لذا بر کشورهایی گذاشته که در این محور شرق میتونن مؤثر باشن. موضوع ایران جای خودش باید بحث بشه، اما آیا واقعا شما این رو یک نبرد راهبردی میبینید و آیا فکر میکنید که این نبرد راهبردی خواهد انجامید به یک نظام دو قطبی نامتوازن؟ شما چین رو تو این جغرافیای رقابت‌های ژئوپلیتیک چجوری تعریف می‌فرمایید؟ در خدمت شما هستم. بله، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از این جلسه، همطور که گفتیم من تجربه کار در سازمان ملل و آمریکا رو داشتم. ببخشید اگه ممکنه بلندتر صحبت می‌فرمایید. بله بله، ولی الان بیشتر تمرکزم روی مطالعات چینه. یک گروه مطالعاتی به اسم چین نگار هست که من اونها رو سرپرست این گروه هستم و داره کار میکنه. مسئله که وجود داره در بین چین و آمریکا این است که پیشرفتی که چین داشته در طول این 40 ساله که اقتصادش رو به اصطلاح به صورت دائم پیشرفت اقتصادی داشته، عملا تبدیل شده چین به اقتصاد دوم جهانی و اگر با همین سرعت که تا قبل از کرونا پیش می رفت پیش بره، شاید تا چند سال دیگه، تا کمتر 10 سال دیگه، چین واقعا اقتصاد اول جهان بشه. و خب این برای آمریکا خیلی خیلی مسئله مشکل و دشواریش پذیرفتنه. برای اینکه ما اگر نگاه بکنیم به از 1980 تا به اصطلاح سال 2020 به پیش بینی که بانک جهانی کرده بود، به اصطلاح جی دی پی آمریکا 8 برابر میشه در طول این 40 سال، حال اینکه همین جی دی پی در چین 51 برابر میشه. و به این ترتیب ما میبینیم که یا مثلا صادرات چین که مهمه، چین یک کشور صادرات میآوره، صادرات چین در 40 سال پیش تقریبا 0 بوده ولی الان به 2 تریلیون و مثلا 650 میلیارد رسیده. یعنی اینکه در طول این 40 سال یا به خصوص 20 سال گذشته یه معجزه باور نکردنی در چین اتفاق افتاده و عملا آمریکا، این جنگ تجاری هم که شروع شده بود بین چین و آمریکا به دلیل همین مسئله بود که صادرات چین به آمریکا حدود نزدیک 400 میلیارد بیش از عرض شود که، یعنی چین بیشتر به آمریکا صادرات داشت. پس این مسئله واقعا جدی است. حالا فقط در اقتصاد نیست، در اینفورمیشن تکنولوژی است، در چیزهای در تکنولوژی‌های مدرن چین واقعا داره جایگاه برتر جهانی پیدا میکنه. تمام این فشارهایی که آمریکا میاره برای اینکه این به اصطلاح زیربنای این فعالیت‌های دانش بنیاد چین رو متوقف کنه و اساسا توسعه در چین رو یه جوری که مکسی بهش بده و این رو از این شتاب بیندازه. بنابراین من فکر میکنم این ادامه خواهد داشت، این درگیری چین و آمریکا، نه سر مسائل به اصطلاح ایدئولوژیک بلکه سر مسائل ژئواکونومی و توسعه. و اینکه تمام جهان الان پارتنرهای اصلی چین هستن و
آفریقا، چین در آفریقا شاید محبوب ترین کشور جهان باشه به خاطر اینکه بیش از 1 میلیون متخصص چینی در آفریقا دارن کار توسعه انجام میدن، در آمریکای لاتین همینطور حضور داره و در خود آمریکا هم که گفتم چه صادراتی به چی داره، به چین، به آمریکا. برای ما که یه جوری همسایه چین تلقی میشیم یه فرصت بزرگی است که یک کار بلند مدت با چین داشته باشیم و چینی ها خواستن که از مسائل امنیتی و به اصطلاح سیاسی به دور باشن و به کار اقتصادی بپردازن، ولی آمریکایی ها میخوان اونا رو هم از نظر به اصطلاح سیکیوریتی و امنیتی کردن چین از اون هم ابایی ندارن. به خاطر همین فرایند چین ستیزی در آمریکا الان خیلی رواج داره. در مورد این سند هم من باید بگم که همین الان که نگاه میکنیم مثلا به صادرات چین به جهان، اما آمریکا رو که من گفتم، مثلا آلمان که ششمین کشور پرورشه باست که سالی 80 میلیارد دلار چین به آلمان مثلا صادرات داره که حدود 3% صادرات چین به پرورشات جهان میشه، یا هند بعدش هست و ایران همین الان هم در چیز پایینی قرار داره. ما اگر کار بکنیم از نظر بسیار موقعیت اقتصادی، ما باید یک ارتباط راهبردی با چین داشته باشیم، به دلیل اینکه ما نفت و انرژی داریم و چین به نفت و انرژی ما نیاز داره و در چین کالاهای زیادی، فناوری‌های زیادی هست که ما به اون نیاز داریم. بنابراین من فکر میکنم این از هوشمندی هست که با چین که قدرت بلا منازع آینده اقتصادی جهانه، ما بتونیم در سرمایه گذاری، در زیرساخت ها، در انرژی، در آیتی یک کار واقعا بلند مدت داشته باشیم. و چین الان نه داعیه ارزشات ایدئولوژیک داره، نه داعیه ارزشات نفوذ سیاسی امنیتی در جهان، بلکه تمرکز خودش گذاشته روی مسئله پیشرفت اقتصادی، اقتصاد و تکنولوژی. بنابراین من فکر میکنم ما باید از این موقعیت بیشتر استفاده رو بکنیم. متاسفانه شناخت ما از چین بسیار محدوده و اطلاعات ما از چین هنوز اون چین نمیدونم روستایی 40 سال پیش، چون ما تو ذهنیت خودمون فکر میکنیم 40 سال زمانی نیست. بله 40 سال پیش با الان اصلا چین هر سال عوض شده و تقریبا متوسط 10% رشد داشته در طول این 40 ساله. حالا من بعدا لازم شد بیشتر توضیح میدم. خیلی متشکرم. من حقیقتش حیفم اومد که قطع کنم، اما آقای دکتر شگیری زاده، آقای دکتر خوشرو فرمودن که روابط چین با بسیاری از کشورها بسیار بسیار چند لایه، عمیق و چند بعدیه. ایشون به اروپا اشاره کردن، آلمان اشاره کردن، تو منطقه خلیج فارس هم ما این روابط رو میبینیم. حالا من به این موضوع بعدن خواهم پرداخت که ابعاد منطقه‌ای همکاری ایران و چین چه میتواند باشد، اما آیا با این برداشتی که وجود داره و این پس زمینه‌ای که الان گفته شد که چین با بسیار از کشورها رابطه های عمیق و چند لایه داره، آیا این برداشت ایران که از روابط ایران و چین و حالا برداشتی که چینی ها به عنوان یک بیانیه مشترک صادر کردن که مشارکت راهبردی رو از روابط ایران و چین انتظار دارن، آیا حالت واقعیه؟ و اگر واقعیه الزاماتش چیه و مبانی این رابطه و چه میتونه باشه از نظر استادی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من چادر سپاسگزاری کنم از شما جناب آقای خطیب‌زاده که شاید گرم کننده کل این جلسه و آغاز کنندش بودید و بسیار ممنونم از دوستان وزارت خارجه که دعوت ما رو پذیرفتن برای اینکه ما بتونیم یه کار تقریبا شاید یه سری کارهای تکرار در هفته یا دو هفته برای اینکه بتونیم بحث چین رو از یه زیرساخت خیلی جدی برخوردار بکنیم. ببخشید میشه بلندتر صحبت بفرمایید آقای دکتر؟
آقای خطیب‌زاده، چین یه واقعیت مهم و غیر قابل انکار در نظام بین‌الملل الان، و اون چیزی که شما گفتین، اون چیزی که آقای خوشرو گفت، اینا همه دلالت بر این میکنه که چین خودش رو به عنوان یک واقعیتی مهم و غیر قابل انکار در نظام بین‌الملل نشون داده و کشور ما هم به حمد الله با این واقعیت داره به شکل بسیار منطقی و راهبردی تعیین مسیر میکنه. این نکته اولیست که من میخواستم خدمت شما عرض بکنم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که میخوام بگم به فرض این که ایران با همه کشورها در نظام بین الملل ارتباط داشته باشه، ارتباط با چین قابل حذف نیست. ارتباط با چین ارتباطی است که هیچ ارتباط دیگه ایران نمیتونه اون رو بپوشونه و اون رو جبران کنه. پس بنابراین ارتباط ما با چین مستقل از همه ارتباط هایی که میتونه وجود داشته باشه یا وجود داره، دارای منطقه، دارای عقلانیت، و باید بر این منطق و عقلانیت ما تأکید جدی داشته باشیم. توی این راستاست که من دوست داشتم از وزارت خارجه، از شخص وزیر خارجه تشکر بسیار جدی رو داشته باشم که برای یک موضوع بسیار مهم بین المللی یه تدبیری بسیار هوشمندانه کردن. من آقای خطیب‌زاده برای مدت‌های طولانی این موضوع رو عنوان کردم و باور به این دارم که خارج کردن روابط ایران و چین از موضوع غرب یک ضرورت. ما باید رابطه ایران و چین رو به عنوان یه موضوعی مستقل و مجزا و با منطقی بسیار بسیار قوی بپذیریم و اون رو به پیش ببریم. چین نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه به نظر من در حوزه سیاسی و در حوزه دیپلماتیک به عنوان یک سرمایه بین المللی هست و کشور ما لازمه که یک دید بسیار چند وجهی به رابطه ایران و چین داشته باشه و این دید از یک بنیانهایی برخوردار باشه. آقای خطیب‌زاده، این سند مهم بود برای اینکه بتونه روابط ما با چین رو از زیر ساختهایی بسیار مستحکم برخوردار بکنه. آقای زبید نکته‌ای رو در خصوص اجماع سازمانی گفتن. من استنباطم اینه که روابط ما با چین میتونه یه اجماع ملی رو هم پشت سر خودش داشته باشه و شاید از یک بابتی روابط ما با چین متفاوت‌تر در این حوزه‌های راهبردی متفاوت‌تر از روابطی باشه که ما با هند داشتیم یا حتی با روسیه داشتیم، چون من معتقد به این هستم که چین یک وجوهی از ارتباط با ما رو میتونه داشته باشه که هیچ بازیگر دیگه نمیتونه اون وجوه رو داشته باشه. پس بنابراین من خلاصه کنم عرضم رو، من استنباطم اینه این سند راهبردی یه نیاز بود برای یک ارتباطی که اون ارتباط از یک ضرورت‌های راهبردی ملی ما برخوردار هست و انشالله در ادامه بحث من به یه سری از این موضوعات اشاره هایی خواهم داشت. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر زبید، بحث خیلی مستوفایی لازمه در مورد یک سوال. البته من از اتالی میخوام که کوتاه‌تر سعی کنید این سوالای سخت رو جواب بدین که برسیم به بحث. آقای دکتر چگینی‌زاده فرمودن که روابط ایران و چین مستقل از آنچه که بین ایران و کشورهای دیگر میگذره خودش اصالت داره. یکی از مباحث جدی همیشه در مورد نگاه به شرق ایران این بوده که منتقدین یا اونهایی که
نگاه تحلیلی دارن، نگاه تحلیلی انتقادی دارن. صحبتشون این بوده که نگاه به شرق ایران بدیل ناچار نگاه عدم موفقیت ایران در یا عدم تنظیم روابط با غرب بوده. خب کسانی هم هستن که در مقابل استناد میکنن به سیاست نگاه به شرق ایران که حتی در اوج روابط با کشورهای غربی همواره اولویت بوده، از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، حتی قبلش آقای هاشمی رفسنجانی، نگاهشون به روسیه و چین تا امروز. من از شما میپرسم نگاه به ایران، نگاه به شرق ایران، نگاه به چین در کجای سپهر سیاست خارجی ایران قرار داره و آیا به واقع برای اون جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران دیده شده یا در کنار و هم وزن روابط ایران با کشورهای دیگه است؟ تشکر میکنم از سوال خوبی که مطرح فرمودید و مقدمه خیلی خوبی که آقای دکتر چیدینی ارائه دادن برای این بحث. من دو نوع پاسخ میدم به این سوال شما. یک پاسخ اجرایی، فعلا چه خبر هست، چه قرینه ای میتونیم ارائه بدیم و در چارچوب استنباطات متعارفی که وجود داره. من در این چارچوب عرض میکنم که اگر در همین دولت فعلی 7 سال گذشته، من کاری به 40 سال فعلا نمیگم، اگر در همین دولت رؤسای جمهور دو کشور بیش از 7 بار، وزرای خارجه حدود 10 بار در 7 سال با هم دیگه ملاقات کردن، حالا یا در پایتختها یا در پایتختهای کشورهای دیگه حاشیه اجلاسهای بین‌المللی، اگر این چنین هست و اگر ما به اینجا رسیدیم که یک سند جاراهبردی امضا بکنیم با هم دیگه، نشان دهنده توجه، من نمیشه ولی میگم مستوفای دولت و جمهوری اسلامی به روابط با چین هست. حجم روابط رو میشه اینجا مطرح کرد، حوزه های همکاری رو میشه مطرح کرد، منتها من میخوام در وقت صرفه‌جویی بکنم برای اینکه نگاه متفاوت به موضوع رو هم وقت داشته باشم تشریح بکنم. چرا چین، در واقع چرا رابطه ایران و چین و چرا این سند و هدفش چیه؟ ببینید، من همیشه میگم که کشورها معمولا یک تاریخ مشخصی دارن برای تأسیسشون و اون رو جشن میگیرن با عنوان روز استقلال، اما کشورهای انگوش شماری هست که روز استقلال ندارن. ایران، چین، یک از جمله این خانواده محدود هستن. چون ما همیشه در طول تاریخ روی صحنه جغرافیا بودیم، بنابراین ما به خانواده ملت‌های تمدن ساز تعلق داریم. ما یک مفاهمه تمدنی با هم دیگه داریم. راه ابریشم در طول تاریخ، نه امروز، ما رو به هم دیگه وصل کرده. از طرف دیگه ما به خانواده آسیایی تعلق داریم، ما یک حس آسیایی داریم نسبت به هم دیگه، بنابراین خیلی خیلی خوب میتونیم همدیگر رو درک بکنیم و همسو بشیم با هم دیگه. اما این سند یعنی چی؟ چرا این سند؟ این سند فی نفسه در همین منطقی که کشورها رو به شرق و غرب، گرایش به شرق، نگاه به شرق و غرب بیان، در این منطق این سند نشون میده که ملت ایران گزینه‌های متعددی داره. بحث بر سر این نیست که مثلا ما نگاهمون منحصر و محدود به غرب باشه یا اونوری، ما گزینه‌های متعددی داریم. یک. دو، حرکت به سمت این سند نشان از اعتماد به نفس نظام هست. این اعتماد به نفس ببخشید، این اعتماد به نفس در گام دوم انقلاب ظاهر شده، یعنی که ما در جایگاهی هستیم که در یک دولت ظرف 7 سال اول یک سند بزرگی به اسم برجام امضا میکنیم،
چون اقتضای شرایط ما هست و در انتهاش چیزی که دولت ها معمولا در انتهای کارشون کارهای بزرگ انجام میدن، اما در انتهای همین دوره ما میاییم به سمت سند جامعه همکاری های راهبردی با چین. اینها هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن، این فقط نشان دهنده اعتماد به نفس و تعدد گزینه های نظام جمهوری اسلامی و مردم. آقای زبیب میتونم یه سوالی رو بکنم شما کوتاه جواب بدید واقعا، چون میخوام سوالاتون متعددی هست، میخوام میزه گردم رو پویا باشه. موتور پیشران روابط ایران چین از نظر شما چیه؟ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، و تو اونها هر چقدر به نظرتون میاد میتونید باز کنید در حد کوتاه. من موتور اصلی روابط رو درک مشترک از ماهیت نظام بین الملل میبینم و مسیری که و مسیر پیشرفت دو ملت. یعنی فکر میکنید که نگاه مشترک به تحولات جهانی و این محوری که وجود داره موتور پیشران اصلی، اما در اجرا موتور اصلی آیا به همین اندازه راهبردیه یا اینکه تاکتیکی تره، جزئی تره و مثلا فرض کنید صرفا اقتصادیه، تو اقتصادی هم فقط تجاریه، یا اینکه نه شما موتور پیشران روابط رو چیزی بالاتر از این ها میبینید؟ تا الان میتونم بگم که تجارت و اقتصاد نقش پررنگتری داشته، اما با این سند ما روابط رو روی به اصطلاح انگلیسی رو پای اصلی خودش قرار میدیم و برمیگردیم به منشأ اصلی. خیلی ممنون. من اول صحبت هم عرض کردم که من برآمدن یک شرق سیاسی رو میبینم و فقط نه یک پایتخت رو، و فکر میکنم این شرق سیاسی واقعا در حال ظهوره و بروزه و ایالات متحده آمریکا و برخی مؤتلفین و متحدینش در پی جلوگیری از این هستن. آقای دکتر خوشرو، شما در مورد حساسیت‌ها چین ستیزی در داخل آمریکا صحبت کردید که به اوج خودش رسیده. یک سوال یک مقدار سیاست گراتر از شما، یعنی دیپلماسی گراتر از شما میپرسم. به نظرتون چرا اینقدر حساسیت در داخل، در به ویژه در خارج و در داخل دارن ایجاد میکنن نسبت به روابط خارجی ایران با چین، و چرا اینقدر روایت های متضاد شما میشنوید؟ ریشه این حساسیت ها، ریشه این کارزار اطلاعاتی چیه در مورد روابط ایران و چین؟ شما میکروفونتون بسته است آقای دکتر خوشرو. حالا تا میکروفونتون رو شما باز کنید من در اون تلاشمو دارم میکنم که زیاد در مورد سند هم صحبت نکنیم، چون سوالات برنامه بله. چیزای دیگه هم بود، امیدوارم که به اونها هم بپردازیم. صدای من الان دارید شما؟ کامل. بله بله. عرض کنم که ببینید متاسفانه نظام آموزشی ما، نظام فرهنگی ما، نظام سیاسی ما در طول این 100 سال گذشته عرض کنم بیشتر غرب‌گرا بوده تا اینکه بگیم مثلا شرق. البته شرقی هم در 100 سال اونقدر به اون اقتدار وجود نداشت، در ولی اغلب ما ها یا اگه در ایران هم تحصیل کردیم تحصیلاتمون همون فاندیشنی رو داره، همون بنیادی رو داره که آموزش های آمریکایی و اروپایی داره، و خب خیلی هم در چیز در اروپا زندگی کردن یا در آمریکا زندگی میکنن، خیلی از ایرانی ها هنوزن، از این چند میلیونی که خارج از کشور هستن از اینکه شاید 80% در همین کشورهای غربی هستن. بنابراین یه نوع غربگرایی نهادی نشده در کشور ما وجود داره. اما به چین که نگاه بکنیم، چین با جمعیتی معادل 1,400,000,000 نفر، یعنی از هر 5 نفر دنیا یکیش چینیه، حال اینکه ما در ایران چند نفر داریم که مثلا چینی حرف بزنن، تو چین درس خونده باشن، چین رو بشناسن، توجه میکنیم این اصلا قابل مقایسه نیست. من عرض کردم که چین اقتصاد الان دوم جهانه و چیزی نخواهد گذشت که اقتصاد اول جهان بشه، توجه میکنیم. خب ما هم اگر صرفا هم منافع رو در نظر بگیریم باید بریم به طرف جایی که بتونیم منافع رو تامین کنیم، و
اصلا من چیز دیگه به شما بگم، اگه الان زمان رژیم سابق هم بود توجه میکنیم، ما میبایست یه روابط برآوردی با چین میداشتیم. چرا؟ چون ما امتیاز عمدمون نفت و انرژی هست و الان با خود آمریکا ما رقیبیم. مگه بخوایم نفت و انرژی بروشیم، فرض کنیم هیچ شرایط تحریمی نباشه، ما بخوایم نفت و انرژی صادر بکنیم، خب این چینه که میتونست از ما نفت و انرژی رو ببره و به جاش به ما تکنولوژی بده، نمیدونم همکاری های راه بردی داشته باشیم. ما واقعا از نظر فرهنگی، من چون رشته خودم هم رشته تحصیلی هم جامعه شناسی بوده، فرهنگ بوده، کاملا به این نکته واقفم که روحیه ما روحیه غرب‌گرایی است و اگر چیزی گفته میشه بدون مطالعه است. من توی نوبت قبلی گفتم که الان اگر نگاه بکنیم ببینیم که مثلا صادرات چین به ژاپن هست، به کره هست، به ویتنام هست، به هند هست، اینا هر کدوم نزدیک 100 میلیارد دلار در سال. یعنی چین داره به همه اطراف خودش و بعد به باز به بعدش میاد انگلیس و هلند و اینا وارد کنندگان از چین هستن. میبینیم که ولی ایران هنوز اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی الان ما میتونیم بگیم مثلا انگلیسی ها فرض کنید که نگاه به شرق دارن، چینی هستن چون 62 میلیارد مثلا صادرات واردات دارن از چین. اینطور نیست. ما خیلی کار نکرده، راه نرفته و عرض میشود که فرصت های از دست رفته به خاطر همون غرب‌گراییمون داریم که باید این جبران بشه. در چی جبران بشه؟ با همسایگانمون، با چین. حالا چین، من دو کلمه هم راجع به سیاسی و منطقه سیاسی و امنیتی و بین‌المللی بگم. خب چین ببینین که با این که ابا داشت از این که تو صحنه‌های بین‌المللی ظهور خیلی روشنی داشته باشه، الان به دلیل هم فشارهای آمریکا می‌بینیم که داره مواضع سریع‌تر می‌گیره، هم توی اجلاس شورای حکام هم در اجلاس شورای امنیت، و کاملا داره از منافع جمهوری اسلامی که منافع خود چین هم مستلزم منافع چین هم هست دفاع می‌کنه، برای اینکه روشی که روش یک جانبه گرایی آمریکا برای برخورد با چین هست، برای برخورد با ایران هست، برای برخورد با روسیه هست. و اینا اگر ما بخوایم رو اونا هم صحبت کنیم، ببینیم که بهترین کار این است که ما عرض بشود که منافع کلان و راهبردی خودمون رو در تحکیم روابط با این کشورها چه کنیم. البته ما در هر کاری که میکنیم باید منافع ملیمون کانون توجهمون باشه و از طریق همون منافع ملی برسیم به این که ببینیم نفتمون رو باید به کجا صادر کنیم و از کجا چی بگیریم. بنابراین من این رو طبیعی میدونم این چیزا رو، ولی میخوام بگم که شروع یک تغییر نگرش انشالله آغاز شده. خب من فکر میکنم که با بحث تحریم که شما کردید، من میتونم از آقای دکتر چگیرین‌زاده خیلی صریح یک سوالی رو بکنم. آنچه که در بین ایران و چین اتفاق میفته در اعداد و ارقام نشانه هایی از این داره که ما هنوز نتونستیم روابطی بسازیم که نسبت به تحریم تاب‌آور باشه. ایالات متحده آمریکا تا به امروز که من خدمت شما دارم صحبت میکنم بیش از 8000 تحریم رو بر افراد، کشورها و سازمانهای مختلف اعمال کرده. اغلب اونها هم یک جانبه بودن. سوال من اینه که ما آیا واقعا روابطی تونستیم با چین بسازیم که این حداقل تاب‌آوری‌ها رو نسبت به تحریم‌ها داشته باشه، یا فشارهایی که محور ایالات متحده، محور غربی ایالات متحده داره برای محور شرق میاره، و اگر نتوانسته این موانعش چی بوده و چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم. قبل از اینکه شما بفرمایید آقای سروش، ما چند دقیقه است؟ خانم زمینی، ما چند دقیقه است داریم صحبت می‌کنیم که میزگر طولانی هم نشه؟ حدوداً یک ساعت هستش که آنلاین هستیم، ولی خیلی خوب 50 دقیقه صحبت کردیم. بله خیلی خوب، ما پس 10 دقیقه دیگه حد اکثر بعد میزگرد رو چون یک ساعت بستیم ببندیم. آقای دکتر خوشو در خدمت، آقای دکتر چگینزاده در خدمت شما هست. آقای خطیب‌زاده، من توی سوال اول ضمنی چیزی رو میخواستم بگم، حالا بذارین خیلی با صراحت بگم. من اصلاً باورم این نیست که روابط با چین رو باید بر پایه‌های نیازهای
اضطراری و اورژانسی ایران بگذاریم. این هم رابطه رو مخدوش میکنه به نظر من و هم نمیگذاره رابطه ما در از مدت باشه. ما روابطمون با چین بر اساس یک ضرورت‌های کاملاً دراز مدت ملی خودمون و دراز مدت نظام بین‌المللی. حالا چقدر این کارهای ما میتونه نیازهای آنی ما رو پاسخ بده، این واسه من ثانویه. برای من رابطه ایران و چین یک محلی نیست که از اون من بخوام یه سری ضرورت‌های آنی رو بهش پاسخ بدم. این نکته اول و این رو خیلی به جد این رو عرض می‌کنم و همه جا هم این رو گفتم. دوستان چینی ما باید بدونن آنچه ما رو راغب به این روابط کرده نیازهای آنی و فوری ما نیست. بچه اونا هم اهمیت داره، ولی یه سری موضوعات بسیار عمیق و دراز مدت ما رو به سمت و سوی چین برده. این نکته اول که به نظر من این رو بگذاریم به عنوان مبنا. نکته دوم اینه آقای خطیب‌زاده، شما میدونی همه عزیزانی که توی حوزه روابط بین الملل دستی در مسائل و موضوعات و مطالعات دارن میدونن که نظام بین الملل داره یک تجربه گذار رو پشت سر میگذاره. توی این تجربه گذار به نظر من جمهوری اسلامی ایران یک سرمایه است، چین هم یک سرمایه است و این دوتا سرمایه میتونن همافزایی داشته باشن و اون همافزایی هست که رابطه ایران و چین رو منطقی میکنه و قابل پیگیری میکنه. ما یک کسی نیستیم که نیاز به نون شب داشته باشیم و چینی ها نون شب ما رو خصوصاً تأمین میکنه. چین هم یه سری نیازهایی نداره که ما آنی بتونیم واسش مرتفع بکنیم. فقط خدمت شما عرض میکنم اگر تمام قابلیت های ایران و چین تجمیع بشه در حوزه ایده های ضروری دوران گذار، میدونین ما میتونیم یه بدیلی در دنیا باشیم؟ چون امروز یکی از مهمترین مشکلات روبروی ما مشکلات نظری و ایده‌ایه. بنیانهای فلسفی چینی، بنیانهای تمدنی چینی وقتی که با بنیانهای تمدنی و فلسفی ایرانی گره بخوره میتونه خیلی از بنبست‌های فکری و نظری موجود رو به نظر من در نورده. ما کشوری هستیم که قابلیت‌های بالفعل و بالقوه بسیار زیادی بوده، مثل هر کشوری نیازهایی رو هم داری. آنچه روابط ما با چین رو باید شکل بده قابلیت‌های ماست، توانمندی‌های ماست و توانمندی‌های چینی. من استنباطم اینه، شما یه سوالی از آقای زبیب کردین، بذارید منم نظرم رو با اجازه شما بگم. ما آقای خطیب‌زاده بیشترین تعداد مهندس رو، بیشترین تعداد انسان آموزش دیده رو در سطح خاورمیانه داریم. ما تو حوزه های آیتی، تو حوزه های متفاوت مهندسی، تو حوزه های متفاوت علوم انسانی یک کشوری هستیم که با سایزمون اصلا قابل مقایسه نیستیم. توانمندیمون بسیار فراتره و بسیار بیشتره. من استنباطم اینه که باید روابط اتفاقا از دو تا موضوع خارج بشه. یکی رو قبلا گفتم، موضوع مقابله با غرب یا رفاقت با غرب. چین در این زندان نباید بمونه. چین مستقل باید خودش برای ما یک بازیگری با تنومندی و قابلیت‌های بسیار کلیدی و مهم باشه. اگر کل غرب هم سراغ ایران بیاد نمیتونه جای چین رو برای ما پر کنه.
این نکته اول و به نظر من نکته کلیدی و مهم. نکته دوم، هر نوع رابطه مذبذب، موردی، موقتی و بر اساس ضرورت باید کنار بره. حتی تو حوزه اقتصادی آقای زبیب میتونه بگه روابط ما اصلا بنیانهای عمیقی نداره، یه حالت تجاری بسیار بسیار با بنیانهای ضعیفی است. اگر ما میخوایم رابطه اقتصادی هم داشته باشیم، رابطه اقتصادی فعلی باید دگرگون بشه. پس بنابراین عرض من اینه، رابطه ما با چین ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای داره. این ظرفیت‌های بسیار گسترده در حوزه‌های فکری، در حوزه‌های سیاسی بین‌المللی، در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های فنی و تکنولوژیکی میتونه صورتبندی‌های خاص خودش رو پیدا بکنه و من امیدوار به این هستم که این حرکتی رو که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شروع کرده با یه پاسخ متناسب از جانب چینی‌ها هم مواجه بشه و ما یک دوره جدید از روابط بسیار عمیق و دراز مدت با چین رو انشاءالله داشته باشیم. ممنونم آقای دکتر شگین‌زاده، آقای زبیب، آقای خوشرو. من میخواستم آخرین سوال رو بپرسم، ولی چون اول با آقای دکتر زبیب شروع کردم گفتگو رو، میخوام به روش معکوس این سوالات آخر رو بپرسم و خواهش میکنم در یک دقیقه پاسخ بدید و نه بیشتر. تلاشمون رو بکنیم ببینیم میتونیم یک دقیقه جواب بدیم. برای همین از آقای دکتر شگین‌زاده از حضرت عالی شروع میکنم. شما در مورد اینکه ما چه نگاهی به چین باید داشته باشیم و داریم و مبانی صحبت فرمودید، من یه سوال ساده میخوام بپرسم که احتمالاً سوال ساده است ولی پاسخش نیازمند یک مفصل بندی و دسته بندی هست از طرف شما. چین چه نگاهی به ایران داره؟ آیا واقعاً همین نگاهی که ما به چین داریم چین به ما هم داره؟ من راستش رو به شما بگم، چینی ها در ابتدای این دولت، در اون آغاز کار آقای روحانی، با یک شتاب مناسب حرکت کردن. شاید ما به دلایل متعددی پاسخ لازم رو و متناسب رو به چینی ها نتونستیم بدیم. این یک نوعی از میس اندرستندینگ توی چینی ها به وجود آورده. من امیدوارم جناب آقای زبیب و همکارانشون، ما توی حوزه های دانشگاهی بتونیم بگیم که اون تأخیر یه تأخیری نبوده که بنیانی غیر از این داشته باشه که ما میخواستیم رابطه با چینمون بسیار عمیق و دراز مدت باشه. در نتیجه نیاز میبرده ما کار سازمانی بکنیم، نیاز میبرده ما یه سری تجمیع سرمایه های سازمانی رو داشته باشیم، نه اینکه ما گنگ بودیم در پاسخ به درخواست چینی ها. ما درخواست چینی ها رو از لحظه اول آقای خطیب‌زاده با آغوش گرم پذیرفتیم، ولی یه مقدار زمان برده. امیدوارم چینی ها این زمانبریه که اتفاق افتاده رو به غیر از این یه مقدار لختی سازمانی که همیشه وجود داره به چیز دیگه تفسیر نکنم. ممنونم. البته من همچنان پاسخ خودم رو نگرفتم که در نگاه جغرافیایی، در نگاه منطقه‌ای چین، خاورمیانه، خلیج فارس و ایران در کجا قرار دارن. ضمن اینکه میدونم با توجه به آشنایی هایی که وجود داره، نگاه محور شرق در چین خیلی قویه و گفتگوهای راهبردی جدی بین اندیشکده‌های دو طرف هست، ولی به نظرم این رو میذاریم برای انشالله جلسه. فقط در عرض مثلا چند ثانیه خدمت شما بگم، ما راجع به همین یه میزه گردی خواهیم داشت توی دو هفته آینده که امیدوارم شما هم به ما کمک کنین، وزارت خارجه هم به ما کمک کنه و بتونیم چین رو، تمایلاتش رو، جهتگیری‌هاش رو، اورینتیشنش رو خوب بفهمیم و بر مبنای اونها عمل کنیم. آقای دکتر شگین‌زاده، چند تا مرکز چین شناسی تو ایران داریم؟ یه دونه.
عجب. خب پس دانشگاه علامه گشایشی چیزی رو کرده. در چین البته مراکز ایران شناسی و فارسی زبان فارسی اینها زیاد هست. اگر به شما این رو بگم که تو خاورمیانه هم مراکز چین شناسی زیادی نداریم، شما تحسینتون از ما یه مقدار بیشتر خواهد شد. ولی من میخوام به شما این رو بگم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با داشتن افرادی مثل شما، مثل آقای زبیب، مثل آقای علمایی، انشاءالله لوکوموتیو خوبی خواهد بود برای سازماندهی یه روابط بسیار سالم، عمیق و درازمدت با چین. ممنونم. البته مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی یکی از قدیمی ترین روابط رو شاید بیش از 40 سال یا نزدیک به 40 سال با یکی دو تا از مراکز مهم چین داره که حضرت عالی میدونید ما الان روابط اندیش کرده ای و مطالعاتیمون با چین بسیار یک سنت قوی دو طرف است. ما اولین وبینار بین المللیمون رو به صورت دو جانبه با مراکز مطالعاتی چین گذاشتیم بعد از موضوع کرونا که خیلی مباحث جدی و عمیقی بود. آقای دکتر خوشرو هم رو تشریف داشتن و ما همچنان به عنوان خودمون رو به عنوان یکی از مراکز مهمی که رو موضوع چین کار میکنن متحد به این موضوع نگه خواهیم داشت. آقای دکتر خوشرو اجازه بدید من یک سوال ملی منطقه‌ای بین‌المللی از در سطح تحلیل از شما بپرسم. شما مهمترین حوزه های همکاری چین و ایران رو کجا میبینید؟ البته قطعا شما جنبندی خودتون رو هم بفرمایید چون این آخرین وقتی بود که وقتی است که در اختیار استالی است. من اول بگم که حالا در سطح دولتی و دانشگاهی که آقای دکتر سیگنزاده گفتن، در سطح خصوصی هم ما بخش ما اون ارشد اندیشکده چین نگار رو داریم که یک کانال تلگرامی هم داره و تحولات اقتصادی و فناوری رو در چین رصد میکنه و تعدادی از بخش خصوصی رو میده و امیدواریم که این گسترش پیدا بکنه و بتونیم این رو در بین نهادهایی که کار دارن با چین عرض بشود که نهادینه بود. در ببینید چین خودش اولویت خودش رو توسعه همه جانبه قرار داده و در برای خودش برنامه ریزی داره. ما اگر مثلا سالی 25 میلیارد دلار هم با چین مثلا مرابطات داشته باشیم، یعنی نفت بفروشیم و مثلا کالا یا خدمات بیاریم، شاید به 1% اقتصاد چین برسیم. توجه میکنید؟ یعنی جایگاه ما در چین در اون گراف اقتصادی 1% بیشتر نمیشه در وقتی که خوب باشیم. بنابراین ما درسته که 25 میلیارد برای ما ممکنه نمیدونم یک چهارم اقتصاد ما باشه، ولی برای چین یک صدم اقتصاد چین میشه. توجه میکنیم؟ پس باید اینو ما دقت بکنیم، یعنی توقعات ما از چین باید محدود باشه. ما باید ظرفیت اونا رو بشناسیم و بتونیم از اون استفاده بکنیم. من به نظر من الان چین اولویت اصلیش اقتصاد و صنعت و بعد دانش بنیان هایی که تکنولوژی های نوینی که همه چیز رو داره تغییر میده، از ماشین خودران بگیر تا هوش مصنوعی تا عرض کنم همین 5G، اینا کل بنیان ارتباطات سایبری اینترنتی و دیجیتالی کلا عوض میشه. من فکر میکنم چین در اینجا داره سرعت بسیار شگرفی میگیره. البته چین در حوزه بهداشت هم داره پیش میره، در حوزه دارو، در خیلی از زمین های دیگه که همش برای ما ناشناخته است. ما هدف این است که اینو معرفی بکنیم به جامعه ایرانی و من فکر میکنم که اون نکته ای که گفتم این است که اصلا تحریم باشه نباشه، همه کشورها با ما رفیق باشن نباشن، ما من این نکته رو تاکید میکنم دوباره، ما ارتباط استراتژیک اقتصادیمون باید این اولی پارتنر اقتصادیمون باید چین باشه به دلیل منافع خودمون و منافع اونا، منافع مشترکمون، بعد بریم سر کارهای دیگه. به هر حال من از اینکه این کنفرانس رو برگزار کردید ممنونم، امیدوارم که بازم بیشتر کار کنیم. من به نظرم باید راجع به چین به خاطر تأخیرایی که داشتیم خیلی خیلی بیشتر کار کنیم چه داخل. خیلی ممنون. البته از سالی که میدونید ما جلسات بسته زیاد داشتیم، نمیدونم این شاید هم از
اثرات و برکات این ویروس منحوس باشه که بالاخره هر چیزی توش تو هر تهدیدی فرصتی هم هست که ما بعضی میزگردهامون رو آنلاین و برخط برگزار میکنیم. به هر حال خیلی ممنونم. من مطمئنم که ما باید این رو ادامه بدیم. البته میزگردهای متعدد دیگه ای رو هم انشاءالله به صورت برخط پخش میکنیم. اما در مورد چین انصافا خیلی بحث جای بحث هست. من از دوستانم خواهم خواست که یه چند تا میزگرد دیگه هم انشاءالله تو همین ترتیب تو همین راستا ترتیب بدن و انشاءالله بتونیم جلو بریم. آقای زبیب، با شما با یه سال چالشی شروع کردیم، اجازه میداریم که با یه سال چالشی تموم کنیم؟ خواهش میکنم. شما پیامتون روشن بود، یعنی جوابی که دادید و آقای شگینی زاده هم همینطور گزاره راهبردی که دادن که بالاخره سند راهبردی یعنی این که ما نمیخوایم به مسائل امرجنسی و مسائل فوری و مسائل تاکتیکی بپردازیم، یه نقشه راه میخوایم تعریف بکنیم و این نقشه راه مخالف نیازهای روزمره است. و خب این یه نگاه خیلی جامعیه که یک دولت و یک حاکمیت همواره در تنظیم روابطش داره. سوال من اینه که خیلی نگرانن که نکنه جمهوری اسلامی ایران که با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی 42 ساله با عزت و با قدرت انصافا داره حرکت میکنه، نگاهی به روابط چین داشته باشه که یک مرتبه در حوزه اقتصادی، حالا در حوزه سیاسی و نظامی و راهبردی و اینها جواب این روشنه که ایران خیلی مستقله، اما در حوزه اقتصادی رابطه مرکز پیرامونی پیدا بکنه. و این خب نگرانیه که بسیار از اندیشکده ها و متخصصین داخلی در حوزه اقتصادی روابط میگن. آیا شما همچین نگرانی دارید؟ اصلا همچین چیزی رو احساس میکنید یا اینکه نفکر میکنید همونطور که در حوزه های دیگه روابط هیچ وقت این نگرانی وجود نداره، در حوزه اقتصادی هم وجود نداره؟ و من فکر میکنم که اون وقت یک جوابی هم به این سوال من بدید تو جنبندیتون. آیا شما تأخیر احساس میکنید در پاسخهای ایران به جمهوری خلق چین؟ و یا اینکه فکر میکنید این روال طبیعی روابط ایران و چین هست که قدم به قدم حرکت بکنه؟ حالا اگه دوست هم داشتید در پایان ما رو مهمان کنید به دو چالش مهمی که در روابط ایران و چین از دید اجرایی شما میبینید. همه اینها رو در دو دقیقه جواب بدید لطفا. در خدمتتون هستم. ولی سخت هست. بله، عرض شد خدمت شما که اشاره کردید به تأخیر احتمالی. من آنچنان تأخیری نمیبینم، اگرچه که هر چه زودتر بهتر هست. یعنی دنیا منتظر کسی نمیمونه، روابط بین الملل داره حرکت میکنه، پویا هست، چیز زودتر بهتر. اما اگر صحبت از یک سند جامع راهبردی میکنیم که هر دو تا مفهومش جای خیلی بحث داره و یک دوره زمانی 25 ساله رو پوشش قراره بده، بنابراین طبیعی است که با تومانینه با مطالعه کافی وارد کار بشیم و این گونه هم بوده. این یک. دوم این که آیا نگرانی در حوزه اقتصادی وجود داره یا نه. من به عنوان کسی که واژه به واژه این سند رو کار کردم، تدوین کردم، جمع‌بندی کردم و نهایتا ارائه کردم به مرجع عالی مربوطه برای تایید که هیئت دولت هستش، من با اطمینان عرض میکنم که از نظر این سند چنین نگرانی وجود نداره. یک سند کاملا متوازن هست. اما اینکه آینده چه خواهد شد، آینده رو خدا میدونه. من هیچ نگرانی ندارم. با ظرفیت هایی که در داخل میبینم، با وطن دوستی، میهن پرستی که در کارگزاران میبینم، من هیچ نگرانی نمیبینم. من در واقع ریشه این نگرانی ها رو در ضعف روانی افرادی میبینم احیاناً، حالا یا دقیق تر بگم بخشی از اون افراد که خودشون در واقع این کفایت رو سراغ ندارن که احیانا یک روابط برابری متوازنی با دیگران داشته باشیم. ما خیلی وقتی که از این مرحله داشتیم، ما نیاز داریم به اینکه خودمون رو خوب بشناسیم. من اگر فرصت بود از هزار و نمیدونم از یک قرن پیش، بیش از یک قرن پیش شروع میکردم از انقلاب مشروطه و میگفتم که ما در کجای جایگاه فکری نظری قرار داریم.
حتما ما از این مراحل گذشتیم که نگران همچی چیزهایی باشیم و حتما ملت ما شایستگی و آمادگی یک زندگی آبرومند رو داره. کاری که این سند میکنه اتفاقا ناظر بر همین مسئله است. روابط خارجی ما رو در کلیتش و روابط ما رو با چین به صورت اخص از حالت روزمرگی خارج میکنه، از عدم قطعیت خارج میکنه. اینکه هر دفعه هیئت ببریم هیئت بیاریم که ببینیم چه توافقی داریم یا نداریم خارج میکنه. یه ریل گذاری جامع بلند مدت همه جانبه انجام میده و ما رو از یک بخش بزرگی از روابط خارجیمون خیالمون رو راحت میکنه. من بسیار بسیار خوشبین هستم به این سند و هر سندی که مثل این امیدوارم امضا بشه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دوست. خیلی ممنونم. من فکر میکنم یکی از میزگردهای کوتاه ولی پربار ما بود. انصافا سوالای متعدد بیشتری باقی ماند ولی انصافا فکر میکنم جوابهای خیلی دقیقی به سوالات من در این میزگرد داده شد. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر شگنی‌زاده رئیس مرکز چین شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای زبیب مدیر کل محترم آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه و معلم و استاد خودم در دانشگاه، رئیس خودم در مرکز مطالعات و دوست بسیار بزرگوار خودم جناب آقای دکتر خوشرو برای اینکه در این میزگرد حضور داشتن. ما انشاءالله این سلسله میزگرد ها رو ادامه خواهیم داد. از عزیزان دعوت میکنم که انشاءالله وقتی اختصاص بدن که ما بتونیم در مورد جزئیات این بحث ها هم صحبت کنیم. خدایا چنان کن که پایان کار تو خوشنود باشی و من رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.